پسری که عاشق دختری معیوب شد. سلام بر شما. با شنیدن این داستان درک خواهید کرد که عشق واقعی هنوز زنده است. داستان یکی از دوستانم به نام سمیر است که برایتان روایت میکنم، پس تا آخر با ما همراه باشید. داستان سمیر و محبوبه، دو جوانی که از طریق فضای مجازی یعنی فیسبوک دلگرم هم شدند و بالاخره دیوانوار عاشق هم شدند. اما محبوبه با چهره زیبا مشکلی که داشت معیوب بود و یک پای خود را در انفجار ماین کنار جاده از دست داده بود، اما معلولیت خود را از سمیر پنهان کرده بود که مبادا سمیر را از دست دهد. همیشه از طریق موبایل با هم حرف می زدن، اما محبوبه هیچگاهی عکسی از خود به سمیر نفرستاده بود. روزی از روزها سمیر گفت: محبوب دل من، آیا یک سال بس نیست که چهرت را ازم پنهان میکنی و نمیخواهی ببینمت؟ محبوبه در پاسخ میگوید: نمیشه سمیرم، لطفا اصرار نکن مرا ببینی، ازم منصرف میشی، من مقبول نیستم، نمیخوام با دیدنم ازم بگذری. سمیر در کابل و محبوبه در مزار شریف زندگی میکردن. محبوبم، من به دیدنت در مزار میایم، به والا که طاقتم به سر رسیده. محبوبه در پاسخ میگوید: نه سمیر، خواهش میکنم نیایی، لطفا اصرار نکن. یک هفته گذشت، تلفن محبوبه زنگ خورد. محبوبه: سلام، مزار آمدم، به دیدنت کجا بیایم؟ محبوبه تکان خورد: دروغ میگی، مزار دایی وقت چی میکنی؟ من خوب بیزو گفته بودم نیایی. سمیر گفت: به خدا من مزار هستم، پیش روضه شریف. محبوبه حیران مانده با خود میگفت: نه خدای من، امکان نداره، اگر مرا ببینه با این معلولیتم شاید ازم منصرف شود. محبوبه به سمیر گفت: سمیر، وعده بیتی با دیدنم روی تا دور داده دوباره به کابل بر نمیگردی. سمیر در پاسخ گفت: وعده است جانم، من مرد هستم و روی قولم استاد. محبوبه گفت: هموجا باش، پیشین با مادرم و خواهرم به خاطر خرید میاییم، باز مرا ببین. پیشین روز شد و سمیر زنگ زد: کجایی محبوب؟ من پیش روزه هستم. محبوبه در پاسخ گفت: سمیر، من همالی از پیشت تیر شدم، من دیدمت، سه نفر زن از پیشت تیر شد، یکیش من بودم. سمیر فوری گفت: دیدم، همو که روی ویلچر بود، از زیباییش مات شدم. محبوبه در پاسخ گفت: همو دختر معلول من هستم سمیر، حالی که دیدیم میفهمم خوشت نیامدم و به خاطر معلولیتم مرا رها کرده پشت دور میتی. سمیر در پاسخ میگوید: نه خیر، امکان ندارم، میخوام از نزدیک همراهت گپ بزنم. محبوبه میگوید که سمیر جان، مادرم هم دربارهت میفهمد، بیا همراهش گپ بزن، بیا فلانی رستوران. سمیر با آدرس رستوران می رود، سلام می کند و با هم چای می نوشد. در این زمان صحبت شروع می شود و مادر محبوبه می گوید: سمیر پسرم، حالا که دیدی دخترم معلول است و کسی نیست که بخواهی همراهش از روی هوس پیش بری و یا ساتری کنی، تصمیم به دست خودت است، می تانی با کدام دختر دیگه ازدواج کنی. اگر محبوبه را می خواهی، پس باید تو و خانوادت معلولیتش را قبول داشته باشی. سمیر در جواب گفت: مادر جان، من محبوبه را با دل و جان خواهانم، حتی با همین حالتش. خلاصه بعد از چای و غذا از رستوران خارج شدن و سمیر به سمت کابل حرکت کرد. خانه آمد و با فامیلش صحبت کرد، مادرش را برای خواستگاری فرستاد، اما موضوع را ازش پنهان کرد. مادرش وقتی برگشت به سمیر گفت: من از سنوی معلول نمیخوایم، در قوم و خیش دخترهای جور زیاد است، برات میگیرم، به خاطر یک لنگ مرا تا مزار فرستادی. سمیر که به حد محبوبه را دوست داشت با مادرش گفت: پس من هم دیگه در این خانه زندگی نمی کنم. سمیر بارها خواست خودکشی کند اما زنده می ماند. بالاخره مادرش راضی شد به خاطر صحتمندی سمیر دوباره به خواستگاری محبوبه برود. بالاخره پس از کشمکش های فامیلی محبوبه در عقد سمیر در آمد و فعلا دو سال از عروسیشان میگذرد و یک پسر دارن به نام کیهان. سمیر برای محبوبه ویلچر برقی و پای ساختگی خرید تا محبوبه بتواند بعضی کارها را با کمک سمیر انجام دهد. فعلا خوش و خندان کنار هم زندگی میکنند. سمیر نشان داد که عشق واقعی هنوز زنده است و تمام مردها بد نیستند. خب دوستان خوبم، شما در این مورد چی فکر میکنید؟ در بخش کامنت بنویسید. تا ویدیوی بعد، بدرود.